سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما. و اینکه سیزده بدر در واقع یک سنتی است برای اینکه انسان‌ها درد، بیماری، غم رو از خود برانند. بنابراین با توجه به این بیماری فراگیر، سیزده بدر وقتی واقعیت پیدا می کند که هموطنان ما تمام دستورهای ضرور برای اینکه این بیماری مبتلا نشوند و این بیماری رو شیوع ندهند باید عمل کنند تا سیزده بدر کاملی انجام داده باشند. شاد و پیروز باشند. قرارداد یا تفاهم نامه 25 ساله با چین موضوع مصاحبه امشب است. ما شاهد واکنش های متفاوت و متضادی به تفاهم 25 ساله ایران و چین هستیم. در این رابطه سه سوال از هموطنان ما عزیزم مطرح هست. یک، هدف از بازی با تفاهم نامه یا قرارداد بودن این مرد چیست؟ آیا این تفاهم از شدت تحریم ها بر ایران می کاهد و به منفع مردم خواهد شد؟ سه، آیا شما و اپوزیسیون طرفدار آمریکا از یک موضوع با این توافق مخالفت کرده اید؟ بفرمایید. هرشونم چند نکته. اول، این آقای خامنه‌ای در پیام نوروزی خود مدعی شد که رئیس جمهور نزدیک به تمام اختیارات داره. حالا در تلویزیون خود این رژیم که بحث بوده راجع به همین به اصطلاح تفاهم نامه، یک تاجری که با چین تجارت می کند و به قول خود او در حضور اون جمع شرکت کننده از آغاز تا پایان کار ماجرا رو پی گرفته، میگوید که این توافق، این تفاهم نامه هیچ ربطی به حکومت ندارد. یعنی نه آقای رئیس جمهور نه وزیر خارجه در اون هیچ مداخله‌ای ندارد. یک. دو، اینکه این تحت نظر شخص مقام رهبری توسط آقای لاریجانی و همکار او آقا محمدی از ابتدا تا انتها انجام گرفت. خب میشه یک کشوری با یک قدرتی که داره، میشه قدرت اقتصادی اول دنیا، تفاهم نامه امضا کنه و حکومت به کلی از آن بی اطلاع باشه یا اصلا بی مداخله باشه؟ این یک دروغ که در این حال که این آقا گفته، که در این حال میگوید چرا سیاست خارجی ایران بر محور قدرده ها میچرخد. یک اطلاع دیگه امروز به من دادن، میگه که رفتیم پیش وزارت بهداشت برای وارد کردن این واکسن ضد کرونا و البته برای اینکه آقای رهبر گفته امریکایی نباشه، غیر امریکایی. اونجا به ما گفتن به اینکه به دستور رهبر جز واکسن روسی و چینی اجازه ورود ندارد. تازه اون را هم باید که اجازه بده که کی وارد کنه کی وارد نکنه. رفتیم اونجا بیت به اصطلاح که مجوز بگیریم، ندادن. یعنی این که این وارد کنندگان باید از کسانی باشند که سود کلان رو از آن اونها بشود، درصد هم به آقای بیت آقای رهبر بپردازند. این هم یک دلیل دیگر برای اینکه این حکومت هیچ کاره است.
حالا این که این تفاهم نامه فرقش با قرارداد چیست؟ تفاهم نامه اولا دو نوعه. یه نوع تفاهم نامه است بین دو طرف برابر بر وفق حقوق ملی. این چون این تفاهم نامه ای هیچ کدوم از این 12 محوری که تنظیم میکنن رابطه قدرت مسلط رو با کشور زیر سلطه در بر ندارد. دو این که یه تفاهم نامه دیگر هست که نه میخواهد دو کشور رو در رابطه مسلط و زیر سلطه قرار بدهد، چون این تفاهم نامه‌ای به ضرورت 12 محور رو در بر دارد. برای اینکه شنوندگانی که نشنیدن بشنوند دوباره اینا رو فهرستوار می‌خوانم. یک، محل اجرای قراردادهایی که بر طبق این تفاهم نامه امضا می‌شود کشور زیر سلطه در این مورد یعنی ایران است. موضوع‌های اصلی نیروهای محرکه، نفت، گاز، عرض کنم مواد کانی و گیاهی اینا هستن. سه، این قراردادهایی که بر طبق این تفاهم نامه امضا می‌شوند برای ایجاد و گسترش بازار برای کشور مسلط هستند. چهار، شبکه بانکی کارش تنظیم ورود سرمایه و صدور نیروهای محرکه است به علاوه بازگرداندن سرمایه و سود. پنج، شبکه راه‌ها، بندرها به مراکز مصرف و شبکه بین‌المللی راه‌های مورد نیاز سلطه‌گر باید به این ترتیب راه‌ها کشیده شوند. شش، شبکه شهرها و بندرها و علاوه بندرهای آزاد برای اینکه اینها به اصطلاح حلقه های زنجیر ارتباط این شبکه جهانی سلطه‌گر هستند. هفت، مناطقی از کشور محل فعالیت اقتصاد مسلط می شوند که در شبکه جهانی اقتصاد مسلط قرار می گیرند. هشت، حضور نیروهای انسانی اقتصاد مسلط و استخدام نیروهای انسانی کشور زیر سلطه. نه، وابستگی های مالی و علمی و فنی و نظامی و حتی قضایی کشور زیر سلطه به کشور مسلط. ده، شبکه بندی سیاسی و نظامی، یعنی قرار گرفتن کشور زیر سلطه در ساختار جهانی بلوک چین. 11، ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی و جاسوسی به اصطلاح مشترک. 12، قرار گرفتن کشور در موضع زیر سلطه به طور پایدار. اینها محتوای اصلی تفاهم‌نامه شد. آقای ظریف که کاری هم نبوده در این تهیه و امضای این تفاهم نامه، گفته در این تفاهم نامه نه بندری اسپرده شده، نه راهی که از کجا به کجا کشیده بشود، نه که قرار بر ورود نیروی بوده، نه نمیدونم به شما شهر و اینهایی که باید توسعه داده بشود، نه مناطقی که باید نفتش برابر، اینا هیچ کدام در این تفاهم نام نیست. خب یه نصف دروغه که بزرگترین نصف حقیقتی که بزرگترین دروغه، چون تفاهم نامه جاش اصلا ذکر این امور نیست. تفاهم نامه جاش همین 12 اصل محور است. خب حالا این با قرارداد چه فرقی داره؟ اگه قید شده باشد که الزام آور نیست با قرارداد فرق میکنه.
اما اگر قید نشده باشد که الزام آور نیست، نه تنها فرقی با قرارداد ندارد، بلکه قرارداد مادر است. یعنی چه؟ یعنی هر قراردادی که امضا می شود باید مطابق این 12 محور باشه. بنابراین سند اسارت یک ملت است و با قرارداد کمترین فرقی ندارد. در اون چه منتشر شده همچه قیدی که الزام آور نیست نه ندیدیم، من ندیدم. هر دو متن اولیه و ثانویه رو خوندم، چیزی در اون این که بگوید الزام ناپذیر است الزام پذیر نیست ندیدم. یعنی الزام پذیر، خب یعنی ایران پذیرفته با چین هر قراردادی میبندد طبق این 12 محور باشه. این توضیح روشن برای اینکه شنونده هموطن من متوجه بشود که اینها در واقع یک خیانت بزرگی کردن. میگویند چین راضی نشده. حالا تماشا کن، هنوز چی نشده؟ چین راضی به انتشار این تفاهم‌نامه نشده، اینه که ما منتشر نکردیم. سر انتشارش هم چین باید اجازه بده. آقای ظریف میگوید این لازم به تصویب مجلس هم نیست، چون قرارداد نیست. پس این از شما نگاه کنید، از اول انقلاب هر قرارداد خائنانه اینها امضا کردن، چون اگر کلمه قرارداد رو به کار می بردن باید می رفت به مجلس، بالاخره بحث و این چیزها پیش می آمد، جامعه فی جمله مطلع می شد از وسعت خیانت، اسم او رو عوض می کردن. مثل قرارداد بر سر گروگان ها، مثل قرارداد بر سر پایان جنگ، مثل قرارداد بگو شما همین وین که گفتن این قرارداد الجزایر را بیانیه خوندن و قرارداد برجام را توافقنامه خوندن. نه، برای قرارداد وین رو برجام خوندن. آره، اون یکی رو بیانیه خوندن، بیانیه الجزایر، الجزیره پایتختش رو الجزایر. خب پس دلیل این که اینها این با این کلمه بازی میکنن اینه که این مسئله از دید مردم مخفی بماند. خب حالا آیا موضعی که من گرفتم این رو یک مثلا گروه ها یا اشخاص قدرت با عقله های قدرت مدار وابسته میتوانن گرفته بگیرن؟ جواب معلومه، نه. چرا؟ برای اینکه عقل قدرت مداری که وابسته به قدرتی جهانی هست، مثلا امریکا، این محورها رو نمیتواند ببیند. اگر هم بهش بگویی که بابا این محورها هست، ملاحظه میکنه، این ارباب رو بر زبان نمی آورد. این است که این خط استقلال و آزادی است که چون به جایی وابسته نیست، مستقل و آزاد است، حقیقت و واقعیت رو اون جور که هست می بیند و می گوید. حتی در مقام این که بعد از این که این محورها به استناد اون متون منتشر شده شناسایی و منتشر شدن، هم شما نگاه کنید پرهیز دارند از اینکه اینها رو تکرار بکنند. اون دستگاه های فرستنده هم که مال اینجور جماعت ها سانسور می کنند، اگر هم مجبور بشوند انتشار بدهند، زود به این دوره انتشار، مدت انتشار رو زود به پایان می برند،
و مثل که چیزی بود و نبود. اینا چیزایی که نه امروز 40 ساله همه اونهایی که به این وسایل ارتباط جمعی سر و کار دارند میبینند و میخوانند. خب حالا این با رابطهش با امریکا چیه این تفاهم نامه؟ چون برخی آمدن و گفتن که این یه تفاهم نامه است که با چین امضا شده برای اینکه امریکا تحت فشار قرار بگیره و تحریم ها رو برداره. اولا اینکه امریکا تازه خود مقام امریکایی اعلام کرد که با چین در مورد ایران در گفتگوست. خود چین منافع عظیم در امریکا داره. میاد همه اونها رو به خاطر این تفاهم نامه به خطر بیندازه؟ تا حالا که ننداخته. از این پس هم نخواهد انداخت. ثانی هرگاه امریکا اون که ما با مثلا نه با مجسمه طرفیم که خیال کنیم امریکایی ها نقش مجسمه دارن، نه با آدم هایی که بگیم نه هیچ عقل و شعوری هم ندارن، با اینا که طرف نیستیم، با یه دستگاهی طرفیم که این سابقه طولانی در سلطه‌گری دارد و به طور روزمره وضعیت رو میسنجه تا این آقای خامنه ای بفهمد که میشه این کار کرد که امریکا رو تحت فشار قرار داد. او آقای امریکا از سیر تا پیاز قاضی آگاهه، بنابراین تحت فشار قرار نمیگیرد. نمیگیرد به لحاظ اینکه خود این تفاهمنامه قابل اجرا نیست، باید تبدیل بشه به یک رشته قراردادها. کی؟ زمانش معلوم نیست. چه وقت اجرایی می شود؟ زمانش معلوم نیست. اما اونی که معلومه تحریم هاست که سر جاشه. پس حتی امریکا می تونه فشار تحریم ها رو شدیدتر کنه و این رژیم رو و مردم ایران، خصوصا مردم ایران رو در وضعیت بسیار سختتری قرار بدهد. حالا سالسن آمدیم و این امریکا تحت تأثیر قرار گرفت و گفت که بله من برمیگردم به این برجام، تمام این تحریم ها رو برمیدارم، برداشت. خب آقای خامنه ای شما با این تفاهم نامه که امضا کردی چیکار میکنی؟ میگی شطور دیدی ندیدی؟ یه طرف قدرتش مثل چین. شما وقتی همچه کاری را انجام بدی از بازی میان این دوتا قدرت ناتوان میشی. یا باید برگردی تبعی امریکا بشی، اونی که محور سیاست داخلی خارجی کردی یک سره بشی تبعی، یا اینکه عوارض بسیار سخت نارو زدن به چین رو بپردازی. حالا اگه شما از موضع استقلال و آزادی عمل می کردی نه گنبخت و نه محتاج این تفاهم نامه می شدی، نه این تحریم ها وضع می شدند و این مردم رو به سلابه می کشیدن، و نه بعد از این امضای تفاهم نامه به دنیا می گفتی تا کجا ذلیل، زبون و
اسیر کردی خود را. حالا دنیای امروز حتی با اینکه میدونست که شما آقای خامنه‌ای قدر و منزلتی خود برای خیش نمیشناسی، اما حالا بعد از این توافق، بعد از این امضای این توافق نامه به اصطلاح قرار داد مادر، میدونه که نه، شما نه برای خود ارزش و بهای قائلی، نه برای وطن، نه برای هموطنان خود، نه برای اون دینی که به روز سیاه نشوندی، از محتوا خالی کردی، هم پر کردی از خرافه و توجیه کننده های قدرت. این شما رو اینجوری میبینه دنیا. و شما مردم ایران، بعضی میان میگوین که خب آقا بالاخره یه فایده این تفاهم نامه دارد. کدام اون تفاهم فایده؟ میگه فایدهش این است که ما دیگه از این دلاری که شده ولایت مطلقه پیدا کرده بر اقتصاد ما راحت میشیم. خب راحت میشید که یعنی اون جانشین میشود با ین چینی، بس راحت نمیشید. یک پول مسلط جاشو میده به یک پول مسلط دیگری. حالا گیریم به این که خود چین معاملات بین المللیشو فعلا با دلار انجام میده. پس در واقع دو سره وابسته میشی. آدم عاقل همچیکار میکنه؟ دو، اینکه باید همچنان که گفتم این قرارداد مادره، یعنی اون محورها رو برشمرده. حالا هر قراردادی که طبق اون محورها تنظیم میشود، مثلا قرارداد تنظیم میشه برای استخراج نفت یه منطقه نفتی از مناطق نفتی ایران. خود چین باید سرمایه بیاره. گیرم اینه به خوب استرها با پول خودش آورد. اول این بعد تکنولوژی بیاره، فنون لازم وارد کنه. ها، این فنون رو ندارد. این فنون رو ایالات متحده دارد، پیشرفته شو. پس این باید با اون فنونی که داره بیاد مخزن نفت شما رو استخراج کنه با ضریب به اصطلاح بالای ضایعه، یعنی نفتی که دیگه غیر قابل استخراج می شود. این کسانی که در مور نفت واردن میدونن اهمیت این ضریب چقدر مهم زیاده. چین امکان این که تکنولوژی لازم، چون تکنولوژی امریکا که این ضریب رو کاهش بدهد ندارد. خب این زیان، حالا شما میخوای بری که از امریکا تکنولوژی بسیار پیشرفته بگیری، اول به این که باید اون روابط با امریکا عادی کرده باشی چون تحریم نمیده، ثانی به این که خب اگر قراره که تکنولوژی از امریکا بگیری، چرا به این وابستگی دو طرفه پیدا کنی؟ بیچاره، خودت سرمایه گذاری کن. این عرض کنم به شما تکنولوژی هم از امریکا وارد کن. حالا جلوتر بریم، میگه این حالا تو این تفاهم نامه که یک رقم هم وجود نداره، یعنی نمیتونه وجود داشته باشه. این تفاهم نامه باز میگم فقط دربر دارد این محورها رو. حالا یه قراردادی وضع میکنه که سرمایه بیارد به ایران. معناش چیه؟
معناش این است که حالا برفرض این که این تحریم ها برداشته بشوند، ما اون چی که از فروش ثروت های ملی به دست می آوریم اینا رو خرج تبدیل به سرمایه نمی کنیم، به کار نمی اندازیم، بنابراین سرمایه نداریم. به چه کار می اندازیم اونا رو؟ به کار این می اندازیم که بودجه دولت رو به نفع هزینه های غیر تولیدی افزایش بدیم، هزینه های رژیم رو در منطقه افزایش بدیم و سرانجام کاهش سرمایه هم پیدا کنیم که برای جبران این کاهش سرمایه باز چی؟ اون سرمایه هایی که از چی میاد اون رو خرج کنیم. اگه نفتی هم استخراج شد پولی که از فروش اون به دست میاد بازم همینجور خرج این کار میشه و این یک مدار بسته ویرانگری دائمی است. بودجه بزرگ میشود، اقتصاد تحمل این بودجه بزرگ رو ندارد، برای اینکه تورم مهار پاره نکند باید دروازه ها رو باز کرد و زمان فعالیت های اقتصادی کوتاه می شود، یعنی سرمایه در تولید به کار نمی افتد. اینا هم پیامت هاشه. شما که قبلا نفت ایران و انگلیس رو دیده بودید، که بعد هم که کنسورسیوم دیده بودید سرمایه گذاری شد پولای نفت دوره رضا خان که همش رفت معلوم نشد چی شد، گفتن اینا صرف خرید اسلحه شده درآمد نفت. بعد از اینکه تحقیقات انجام شد معلوم شد نه، میرفته به حساب آقای رضا خان پهلوی. در زمان فرزند او خود این آقا چنان بلای سر اون پولای نفت آورد که گفت ما دیگه پولای نفت رو آتش نمیزنیم. یعنی خرج بزرگ کردن ارتش و اینکه در کشورهای مختلف نفوذ پیدا کردن و همین کاری که این رژیم داره انجام میده. و همین داره که دیدید که چطور میشود که به این دروغا دل خوش میکنید. آقا میشه یه چیزی در سود شما باشه، منطبق باشه با حقوق ملی شما و محرمانه؟ چون آقای چین گفته متن منتشر نکنید، منتشر نمی کنیم. مجلس هم لازم نیست برای اینکه قرارداد نیست. هیچ کشوری شما تو این دنیا سراغ دارید ذلیل‌تر از این رژیم داشته باشه به عنوان دولت؟ خب چطور شما ملت با اون غرور، با اون تاریخ، با اون فرهنگ تن می دهید به سلطه این رژیم بر کشور خود که خود وسیله سلطه بیگانه می شود بر کشور شما؟ آخه یه غیرتی، یه همتی، تا کی می خواهی بری؟ همچه خیال نکن که این چینی ها دست بند کردن به این راحتی میشونی با یه جنبش از سرشون خلاص بشی. نه، اینجور آسان نیست. مال انقلاب 57 نگاه کن، این از اون زمان تا امروز امریکایی هر بلا شده سر ایران آوردن که ایران برگردانن به اصطلاح مدار بسته سلطه خودشون. آخه تا کی میخوای شما به این زندگی ادامه بدی؟ اصلا از این زندگی استاره میکنی؟ جز این که از شما بخواهم توانایی های خود را به یاد بیاورید، حقوق خود را بشناسید، به حقوق خود عمل کنید، به عنوان یک ملت توانا برخیزید، و اختیار کشور خویش را در دست بگیرید، عرضی نمیتوانم بکنم. شاد و پیروز باشید. با
سپاس فراوان های مستم.